تداوم فشار بر دراویش گنابادی زندانی. منابع نزدیک به این دراویش میگویند که از روز چهارشنبه که 7 نفر از آنها که در زندان اوین تهران زندانی هستند به سلولهای انفرادی منتقل شدند، وضعیت جسمانی تعدادی از آنها رو به وخامت گذاشته. مصطفی دانشجو که بیماری تنفسی و آسم دارد و حمید مرادی و امیر اسلامی که بیماری قلبی دارند. در اجرای ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض به شیوه قضاوت این قاضی دلیل تحت فشار قرار گرفتن دراویش زندانی عنوان شده. قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، قاضی که در سالهای اخیر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را بر عهده داشته، از جمله دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات خرداد 88. منتقدانش میگویند که تحت تاثیر وزارت اطلاعات و سپاه حکم صادر میکند. این همکاران ما هاست در زندان هستند بدون اینکه محاکمه شده باشند. در صورتی که تا اونجایی که من آگاهی دارم در چارچوب قانون ایران، حالا من به مقررات بین المللی و موازین حقوق بشر کار ندارم، هیچ متهمی رو نمیشود بیشتر از 4 ماه در بازداشت احتیاطی نگه داشت. یعنی یا باید آزاد بشه یا باید محاکمه بشه. در این حال سایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را منتشر میکند نوشته که صالح مرادی و کسرا نوری از روز پنجشنبه و در اعتراض به انتقال وکلای دراویش به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب قضا زدند. این دو درویش 16 ماه است که در زندان عادل‌آباد شیراز بدون دریافت حکم قطعی محکومیت زندانی اند. اتهامهایی که به اینها وارد میکنن اتهامهای سیاسیه و بنابراین برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی بیش از 32 ساله که تمام زندانیان سیاسی رو به دادگاه‌های انقلاب میفرستن و نه دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه. مسلم است که یک وکیل دادگستری وقتی خودش تحت پیگرد قرار میگیره، خب با استناد به قوانین ایران نسبت به انجام این محاکمه، تازه به صورت شکلی، نه به لحاظ اینکه آیا اتهامی متوجه اینها هست یا نیست، این اتهامات درست یا نه، خب مسلم است که یک وکیل دادگستری باید از حقوق خودش استفاده کنه و به تشکیل این نوع دادگاه و محاکمه اعتراض بکنه. شیوه برخورد حکومت ایران با دراویش تا کنون با واکنش نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در آخرین گزارش خود به تخریب محل عبادت و بازداشت دراویش اعتراض کرده بود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.